به نام خدا سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدیم به چینل یوتیوب سلیم مقیمی از شهر باستانی هرات. امروز آمدیم به قلورکده، جایی که قلور و کله پاچه در واقع تیار میکنن. ایده خیلی خوبی دارن و یک خلاقیتی به خرج دادن، آمدن یک رستوران کوچکی زدن که اینجا همه روزه صبحانه و حتی تا غذای چاشت قلور یاد جور میکنن و همچنان کله پارچه از غذاهای محبوب محلی مردم افغانستان به ویژه مردم هرات. و شما ایراتی هایی که به خارج از افغانستان هستیم میفهمم خیلی خیلی دل شما تنگ میشه به قلور. معمولا قلور در هرات در مراسلت های مانند دوازدهم ختم رسول الله مردم مثل عوصانه میخورن و خیرات میکنن و نشیجان میکنن، ولی اینا آمدن یک کار کردن در هرات، یک رستوران کوچکی ایجاد کردن که شما همیشه بیایم هر وقت دل شما عوض میکنه قلور نشیجان کنیم. پس با ما همراه باشین، میریم قلور و کله پاچه برای شما معرفی میگیریم و نشیجان میکنه. خب دوستای عزیز، آمدیم به آشپزخانه قلورکده و آمدیم سر دگی که اینجی کله پاچه پخته میکنن. ابتدا با آشپز این مجموعه آشنا میشیم. سلام، وقت شما بخیر. خوب این سرپنده؟ سلام، تشکر از شما، تشکر از اینکه تشریف آوردیم. این جانب عبدالله محمدی هستم، آشپز رستوران قلورکده و مدت 2 سال میشه که همه کاره و میشه شروع کردیم. بسیار خوب، در مورد ازی بگیم که ایدی از ایشته بزن شما رسید که بیایم به امیت شرایط یک رستورانک خورد عوصانه در هرات ایجاد کنیم و هم قلور که مردم چقدر دوست دارن و همچنان کله پاچه. من این کسب به ایران کار کرده بودم، مدت چند سال شاگرد بودم و کار کردم، معرفه ای پیش بردم اونجا و با شوق علاقه که به می کار داشتم گفتم باشه که به من افغانستان برم ببینم که چی رقم. چند سال آمادم دیدم نه به خدا، اصلا بازارا خرابه و نمیشه این کار. بازم گفتم توکل به خدا شروع میکنم، چون که به هرات نبود سبان مردم مشکل داشتم، همه از غذای فست فود و ساندویچ چیزا استفاده. و دوباره آمادم چسبیدم همه کار از یک جای خورده که فعلا هست شروع کردم تا ببینم به کجا میرسه. معمولا مردم از روز اول تا به حال الحمدلله خیلی از ما استقبال کردن، خیلی خوشحال شدن، چون که گفتم ما کله پاچه مثلا به ایران میرفتم میخوردیم، اینجا نبود. حالا که آمدن اینجا میبینن که همیتا غذای هست، از روز بروز همین مشتری ها ما زیادتر میشن و خیلی از ما خوشن که ما با همین کار ابتکار برای انداختم. و این ابتکار هست که تازه من به قلورکده برای انداختم و در کنار کله پاچه و قلور غذای پاچک هم هست و هم غذای سنتی قدیمی گفته میشه. و اگر خدا بخوای چند تا غذای قدیمی دیگه هم هست، قلور تروش، قلور شیر، دیگه قروتی، خود روغن زرد، انشاءالله اون هم گفتم بشه به کنار از این. دیگه آش هم اگر خدا بخوای اون هم مایم آماده کنم. به به، چی میشه؟ میفهمیم شما، اصلا تصور کنیم بیایم اینجا مثلا بگیم سفارش دیم یک خوراک قلور تروش بیاریم، یک خوراک آش بیاریم، یک خوراک قلور شیر. وای خدا، بی نظیره. من که عاشقم، من که مطمئنم که هر چاشت مگر جا من اینجا باشه، چون فوق العاده این غذا سنتی دوست دارم و باید این کار میشد دیگه، چون مردم دیگه خسته شدن از این غذای فست فود و غذای کلیشه‌ای که به رستورانایه. و ای که یکی بحث دیگه که خیلی مهمه، همین فرهنگ غذایی باید زنده نگه داشته بشه که نموره، همین غذا ما نموره، از بین نره، چون همین غذای خود همین هراته که سالیان سال از چی میگن
از اجداد باقی مونده و باید حفظ بشه. خب از فلسفه که دور بشیم و از تاریخ و جغرافیا بریم برای طرز تهیه کلر بگیم که چی رقم تهیه میشه. باشه من طرفدار بستکم و شما توضیحات کامل بدیم، از اون صفر تا صد توضیح بدیم. کله پاچه که هست معمولا به اول ابتدا روغن، یک ذره روغن خیلی کم، نه زیاد که چرب باشه، یک ذره روغن، خود پیاز زیر تف بده. خوب پیاز که نرم شد بعد به سر از او آب اضافه میکنیم. آب که اضافه میکنیم میگذاریم به جوش میآید. بعد کله پاچه به داخل یک ظرف دیگه جداگانه ایر خوب جوش میدیم که همو بویی که مثلا خود کله پاچه داره و همو کف که از او بالا میآید او جدا میکنیم. بعد کله پاچه داخل آب جوش میکشیم به این پیاز و که درست کردیم به داخل از اضافه میکنیم. بعد مواد مثلا مثل داروگر، زردچوبه، فلفل، نمک، ادویه زیر اضافه میکنیم و برای چند دقیقه این خوب همینطور به مو پیاز چی تف بده. بعد باز به مقدار تقریبا دو سه کاسه دیگه که ضرورت باشه او به سر ازیر اضافه میکنیم. بعد سر ازیر بسته میکنیم به مدت 4 ساعت خیلی به شعله کم به داخل دک چودن، این هم تا میده میده دیگه پخته میشه. بعد از 4 ساعت سر دک وا میکنیم، هم طبق سفارش مشتری مغز خواسته باشه مغز جدا، پاچه خواسته باشه جدا، بعد زبان جدا، هر رقم که مشتری استفاده خواسته باشه ما برای از ارائه میکنیم. یعنی چند بخش میشه؟ خیلی طولانی میشه فکر کنم. بله. منوی هم که شما دارین فکر کنم جداگانه نمیشه. بله بله، ما که هست مثلا چشمه کسی خوش داشته باشه میتونه برای از او چشمه آماده کنه، و کسی که مثلا دوست داشته باشه پاچه برای درست میکنه، کسی خواسته باشه مثلا زبان جدا آماده میکنه، و چند تا دوست که با هم میاین خواسته باشن یک دسته کله پاچه مکمل خواسته باشه ما میتونیم اون برای از او دیزاین کنیم برای مشتری خوب. قیمت یک دست کله پاچه کامل چند؟ والا به سال امسال که خود مردم هم میفهمن که یک کیلو گوشت فعلا به 85 روپیه تا 80 فی میخوره. ما کله پاچه به 600 میدیم. یک دست کله پاچه به کنار خود خور 5-6 تا نون داره، دیگه چکنی داره، مخلفات خور خلاصه داره. به همین خاطر ما بتونستیم مثلا کار بشه که مشتری ها ما از ما راضی باشه کمتر حساب کنیم، میتونستیم به خدا هر روز بروز همین گاز بالا میره و این هم که خیلی مصرف داره، به حساب گاز مصرف زیاد داره و زحمت خیلی داره. ما دو بجه شو که میاییم به این بچسبه 4-5 ساعت زیر از این یک ده کیلو گاز ما میسوزانه که تو اینا آماده بشه. بله خوب. بسیار خوب، بسیار خوب. کار واقعا سخت هم است. میگم ما از دو بجه شو میاییم شروع میکنیم به پختن تا ای که تا 7 بجه یا 8 بجه اینا آماده میشه و توضیح میکنم برای مشتری ها. خوب یک تفاوتی که شما ابتدا گفتیم تفاوت دیگه چودن با دیگه بخار چیه؟ کیفیت کدوم بهتره؟ کیفیت دیگه چودن از نظر ما واقعا بهتره، به خاطر از اینکه او به مدارا میسوزه، آسته آسته می شعله زیر از این میسوزه. باز دیگ بخار که است مندازی به سر دیگ بخار، ادویجات مندازی سر بسته میکنی، او به زور و فشار و بخار پخته میشه. ولی چی که هست دیگ چودن که است خیلی با شعله ملایم، حتی میده میده که حتی اوی که خودی ازی داره خوش نمیکنه، حتی به بخار کم 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 به جوش میاره. این خیلی بهتره. خیلی خوب، خیلی خوب، معلومات کاملی رو دادن. خب میریم به او بخش دیگه که در مورد قلورم صحبت بکنن. بریم شما جلو بشین در مورد قلورم معلومات بدن. بازم بیایم یک بار دیگه ببینیم این دیگه کله پاچه که به به نمیت دل من حواس کرده شدیدن گشتم هستم و ای که صبحانه هم نخوردیم در این روز پاییزی و بارانی که حال اینا رو نشجان کنیم بی نظیره، فوق العاده جای شما خالی. بیایم با ما همراه بشیم بریم ببینیم که چی خبره به سردگ قلور. اینجا گار قلور خونه میگم دیگه. نه ای بخش از شوخی یک متل مردم ایراد دارم میگم طرف خور به قلور خونه انداخت. معنی همین یعنی چی؟ معنی از این که خود خور به قلور خونه انداخت همون محیطه که قلور پخته میشه، همون منطقه دنبال قلور میگرده.
قلور که یک چیزی هست که به ایران تا به افغانستان مردم هوسونه درست میکنن و نبود ما شما به ختما همین کارار میکردیم دوازدهم ختم یک قلور آماده میکردیم و مردم ازدحام زیاده بود که حتی به اندازه یک قاشق هم میگفت به ما برسه هم ثواب داره و هم یک چیز هوسونه و به همین خاطر ما همین کار رو بکردیم گفتیم برکن خدا کنه که بتونیم که همون عنعنات قدیمی زنده نگه داره و یک واقعا یک غذای شد که مشتریام زیاد استقبال میکنم و خیلی هم خوش دارم این غذا. بسیار خوب. خب قلور معرفی کنیم. قلور خب از غذای هرات فکر کنم بیشتر در هرات مروجه و از ترکیبی رو بگیم، طرز تهیه رو بگیم، چقدر زمان لازمه که ما بتونیم قلور پخته کنیم؟ قلور میشه که مثلا شما به یک ساعت هم ایر آماده کنیم، به دو ساعت هم آماده کنیم و هرچه که مدار وقت از این طولانی باشه، او قلور بهتر میشه. مثلا از ساعت دو بجه شو که همین قلور ما شروع میکنیم، پیاز سرخ میکنیم، خود روغن آماده میکنیم، دیگه آب به جیش میاریم. زمانی که دیگه آب به جیش آمد، روغن میندازیم همراه پیاز به سر از این اضافه میکنیم. پیاز که اضافه کردیم به آب به جیش آماده، وقت میگیریم قلم گو. قلم گویم که پیش پیش آماده کردیم و تمیز کردیم که همون مغز و به داخل قلم هست که خیلی کیفیت داره و نوت و چربی داره که مضر باشه، او رو اضافه میکنه. خب او که صحیح جوش خورد و بفهمیده که واقعا دیگه حالا او آماده او جوش، قلور اضافه میکنه. قلور اضافه میکنیم یه دیگه خوب همه تا به هم میزنیم شور میدیم که تا خوب قلور وا بشه. امی بم زدم خیلی مهمه که تادیک نگیره. آخر بین اگر تادیک بگیره بوی سوختگی میکنه و کیفیت قلور میاره پی. پس حداقل 5 ساعت 6 ساعت زمان لازمه برای واقعا 5 ساعت هم کم کم 5 ساعت که حداقل باید باشه بعد. یک قلور خوشمزه. یک قلور خوشمزه. خیلی خوب. در مورد ارزش غذایی قلور هم میشه معلومات بدیم چقدر مفیده، برای چی خوبه، آیا غذای مقویه یا نه؟ قلور که هست از خود خو حبوبات داره. همین خود حبوبات که هست پروتئین. زمانی که شخص خواسته باشه قلور بخوره، نگهدارشتن همین قلور به زمانی که میخوره حتی تا 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت هم او گشنه نمیشه، حالت گشنه، چون که قدیم هم مردم این کارا رو خیلی میکردن چون که غذا خیلی کم بود. ارزش غذایی از این که هست مثلا نرم کننده، پروتئین داره و کسی که مثلا مشکل معده داشته باشه این خیلی خوبه چه نداره. و بعضی دوستان میگن که ما میخوریم ترش میکنه و یک ما یک ابتکار کوچکی هست و کنار از خود یک پارچه نون زمانی که قلوره بخوری ترش هم نمیکنه. این باز یک ابتکاره. منظور ترش اینه که اسید معده بالا نمیزنه. خیر بینیم بله این اصطلاح ایرتیه میگه ترش نکن. آفرین. میگه قلوره میخوره ترش میکنه، ما قلوره نمیخوره ترش میکنه، ولی با یک پارچه نون جلو ترشیدم ترش نکن. آخر بینیم بله. البته به شوخی بیشتر میگم ترش نکن، یکی که به ایراد مثلا یکی که مثلا اشتیای خیلی بازه یا توقعی خیلی زیاده مثلا میگه بیاریم همین دیگه قلور رو بسته بگذاریم پیش میشون میگه ترش نکنی. ترش نکنی آه این اصطلاح دیگه به همین خاطر میگم میگه فلانی ترش میکنه که قلور. خیلی خوبی هم از قلور اینجا قلور هم جا کردن و ایرم برای ما توضیح بدیم بعد دیگه چون ما دیگه صبرمه به چی میگن کاسه صبرمه مایل برس شه و واقعا اینجوری بوی خوشاینده که به مشام میرسه واقعا من وسوسه کرده که هر چی زودتر از این قلور و از این کله پارچه حتما و حتما امتحان کنم ببینم که چی به چیه. به به اینجوری ببینیم چی خبره. باشه که من این طرف استاد چم پاچه گساله دیگه این برای ورزشکارا باید باشه. این برای ورزشکارا دوستایی که صبح به ورزش میرن میاین اینجا از این پاچه استفاده میکنن و این پاچه هم که هست این هم مثل کله پاچه به بخار نمیندازیم که زیاد بخار بخوره و به زور پخته بشه. این معمولا به داخل همین دیگ که میندازیم خیلی این هم به شعله کمه چون که گساله خیلی نرم زود پخته میشه. این به همه داخل از این که بندازیم این هم همون تو نرم پخته میشه که وقت شما میبینه که مثل چی برای تا لرزه داره. آه میلرزه مثل ماست برید. بله مثل ماست. با
و این کس این چربی نداره، بیشتر کس چربی از خود همی قلم از این از همی استقون از اینه که این چی هسته. این خیلی قویه دیگه، درست ارزش غذایی خیلی بالا، خیلی بالای واقعا. کسی که ضعیف باشن نمیتونن حقیقت بخورن، شاید یک پارچه از این بتونن بخورن، ولی بخصوص ورزشکارا، برای ورزشکارا خیلی این خوبه. کدو طبقه ورزشکارا بیشتر میایم بنوش جان کردن؟ فکر کنم پهلوانا میایم بیشتر، گوشتگیرا میایم، کسایی که وزنه بردارن میایم، کسایی که پرورشندا او کسا میایم، کسایی که دوش میکنن اونا هم استفاده میکنن. برای همه خوبه دیگه، خلاصه برای همه خوبه. یک چیز هست که طبیعیه، ولی اگر تعرق نداشته باشیم مدام استفاده کنیم فکر کنم ضرر داره. خیلی قویه بله. این که بخوری باید فقط ورزش کنی، درست بله، کار حالت کار فیزیکی داشته باشی، به اون کار بله تعرق داشته باشی. خیلی خوبه، خیلی عالی. تشکر از معلومات، تشکر از توضیحات. خب حالا میریم برای تست کردن از اینا، نوشیجان کردن، ببینیم که مزه اینا چگونه‌ایه. برای ما آماده میکنم، میریم میشینیم داخل بخشی که آماده کردم برای مشتری ها، خو که در قلور کده شما داره میجی میشینیم ببینید که مزی و چگونه ما را همراهی کنیم. به 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 به، بی نظیر، فوق العاده. عوام همیت خنک است اینا دیگه، میبینیم همیت تفتوله میده، ای تفتوله میده ای قلورا، ای کله پاچه و زبان هم که وای نگیم که چی مزه دار، فوق العاده مزه دار بود. و میفهمم که من بعضی ها به تعدیل خود دو میدم، میگم این سکو ای لو کاکتا شکه اینو شجان میکنی بعد خیلی مزه میده. جا شما خیلی خیلی خالی، هر وقت آمدیم به ایرات بیایم میمون، میمیم خود شما با قلور کده اینجا قلور نشجان میکنیم. من واقعا امروز لذت بردم و صبحانه هم نخورده بودم، بی نظیر بود. کله پاچه و قلور یک ترکیب معجزه آسا و فوق العاده. خیلی ممنون از شما، تشکر از شما که پذیرایی کردیم، ما پذیرفتیم امروز. و میشه یک معلومات کلی هم در مورد آدرس و نرخنامه به اصطلاح یا منو خوب بگیم قیمتا چی رقمه که به دوستای شاید علاقه داشته باشم از این بعد بیایم برای عوصان نوش جان کردن؟ تشکر از اینکه تشریف آوردیم. آدرس ما کسه سرایی آبخش بادمرغان میشه، جاده ارباب زاده، روبرو پانتون عاطفی. جاده پانتون قالب هم میشه، بعض بیست عاطفی متوجه نمیشه، پانتون قالب داخل جاده پانتون قالبه. و قیمت ها دیگه متفاوته، ظرف ما 60 هست، 100 هست، خلاصه در کل ما کیلویی میفروشیم برای هر اندازه خواهد، کیلو 100 روپیه هر اندازه خواسته باشه. و ما به این حالت که همین شرایط که حالا میبینیم واقعا قلور مصرفی خیلی زیاده، خیلی از گاز، از حبوبات، از روغن، همه چیز قیمت ها بالا رفته. ولی ما با امید همی بودیم که روز بشه که اگر مشتری ما یک ظرف قلور میبره، ما به کنار از یک ظرف قلور هم بگیم از این هم ببریم به خانه. ولی حالا میبینیم هر روز بروز نخرا قیمت ها زیاد میشه، بالا میره و نمیتونیم ما همین کار پیش بریم. به خدا بازم ما تپ تلاش زیاده میکنیم، میگم که کیفیت ما پایین نیه، هر روز بروز بهتر شده بره. بدون شک کیفیت حال نه این که بیام آدم به اینجی و به صلاح برنامه میسازم، خدا شایده خیلی خوشمزه، یعنی واقعا خوشمزه، چون در کار که صداقت باشه در اون کیفیت و همه چیز هست. خیلی سپاس گفتنی اگر دیشته باشیم بری بیننده ها، مخصوصا اونایی که با خارجن، او عزیزایی که به این تازگی ها و به این دو سه ماه اخیر
مجبور شدن کشور را ترک کنن، چی گفتنی دارن برای هم میگی؟ گفتنی که ما کوچکتر از همه اون که گفتنی داشته باشم و گپ به کسی بگم، فقط همین میگم که وطن ما خود ما باید بسازیم و از وطن خود نباید بیرون بشیم. و کسایی که به خارج به آرزوییم که اینا پس برگردن به افغانستان، دست به دست هم بدیم که بتونیم همی وطن خود ما بسازیم و از امکانات که به می کشور ماست استفاده کنیم و شاید روزی باشیم که دوستا بیاین اینجا قلور بخورن بگن ما به خارج بودیم، به هرات آمادیم، مثلا به افغانستان آمادیم. بسیار عالی، تشکر، موفق باشیم به کاروبار شما رونق، انشالله که میشه زندگی شما بیتن مزدار باشه مثل قلورا شما. قربان شما، لطف داریم، تشکر از شما، تشکر از بیننده های شما، تشکر از این که ما قدر دونستیم، ما لذت ما بیاماده به خانه ما آماده ایم، همین کلبه قریبانه دیگه هر دوست که بیای همین جی جاین هرات، مردم هرات همه میمون نوازه و ما هم به خدمت همین مردم هستیم. سلامت باشیم، زنده باشیم، تشکر. و اینجا یک کلبه پادشاهیه، چون شما محبت و مزه و صفا و صمیمیت را همگی زیر یک سقف تماشا میکنیم، مشاهده میکنیم و حس میکنیم و لذت میبریم. ممنون که با ما همراه بودین، چینل سابسکرایب کنیم، نظریات خوب با ما شریک بسازین، عضو ما بشین و از بهترین گزارش ها لذت بردیم. یک بار دیگر من عفو کنیم چون میفهمم خیلی دل شما عوض میکنه، شمایی که دورین مخصوصا با قلور خیلی دل شما تنگ میشه، کله پاشه که عوضونه یه دیگه، باز مردم قدیم هرات خیلی میفهمین و دوست دارن. خیلی شما دوست دارم، وقت شما خوش، خدا نگهدار.